تازه های خبر از آریانا امشب با لیزا یوسفزی. خواست شما را از سناتوران برای انتشار گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مورد جنایتکاران جنگی. مخالفت وزارت خارجه پاکستان به انجام گفتگوهای صلح در خارج از افغانستان و اظهارات سخنگوی آیسف مبنی بر تضعیف طالبان در جریان ماه‌های اخیر. برنامه خدا و با عرض سلام، امروز یک شنبه 26 قوس سال 1391 خورشیدی برابر با 16 دسامبر سال 2012 میلادی بر رویدادهای خبری افغانستان و جهان از تلویزیون آریانا خوش آمدید. مشروع خبرها: نبود لابراتوارهای استاندارد و عدم تشخیص دقیق در افغانستان از عوامل است که سبب می شود بیشتر بیماران برای تداوی به خارج از کشور بروند. رئیس جمهور کرزی در نخستین کنفرانس ملی ارتقای اخلاق طبابت افغانستان را عقب مانده ترین کشور جهان در بخش های ساینس و طبابت خوانده می گوید. پس از این نهادهای درمانی باید در این موارد اقدامهای جدی کنند. آقای کرزی هشدار می‌دهد که نباید نیروهای امنیتی و مسئولان حکومتی از وظایفشان برای مداوا در بیمارستان‌ها استفاده سوء کنند. جمال فرید با جزئیات بیشتر در این مورد. پایین بودن خدمات درمانی در کشور از نگرانی‌هایی است که همواره انتقادها را به همراه داشته است. حکومت تلاش دارد با برگزاری نشست ملی ارتقای اخلاق طبابت در افغانستان راههایی را جستجو کند که توسط آن خدمات درمانی بهبود یابد. رئیس جمهور کرزی دلیل رفتن بیماران به خارج از کشور برای مداوا را پایین بودن خدمات صحی میداند. مشکل بزرگ کشور ما است که لابراتوار ندارد. اونهای ما که مجبور میشیم بریم به ترکیه یا هند یا ایران یا پاکستان به دلیل نبودن تشخیص درست لابراتوار است. دکتر داریم که مرض باز تداوی کنه. رئیس جمهور کرزی رعایت اخلاق و معیارها سوی دکتران را در بیمارستان‌ها اصل اساسی اخلاق طبابت خوانده می‌گوید. هنوز هم افغانستان عقب مانده ترین کشور در جهان در بخش ساینس و طبابت است. آقای کرزی هشدار می‌دهد که نباید نهادهای امنیتی و مسئولان حکومتی از وظایفشان برای تداوی استفاده سوء کنند. طبیعی است که در جامعه ما حالات مختلفی رخ میده، دردهای بسیار زیاد داریم، ولی او رنج و دردی که ما داریم باعث ازی باید نشه که ما به زوری که داریم و یا به وظیفه مهمی که داریم مریض خود به زور ارجحیت قائل شیم و دکترها رو مجبور کنیم که از اونا به اونا رسیدگی کنم. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان میگوید نیاز اقتصادی و اجتماعی دکتران نباید در برخورد آنها با بیماران تاثیرگذار باشد. با توجه به رسالت وظیفه طبابت در جامعه و مواجهه کارمندان عرصه طب با افراد ضعیف و حاجتمند، اهمیت اخلاق طبیب از جایگاه بسیار عالی و خاص برخوردار است. جلالت ما محترم رئیس جمهور، پیشنهاداتی که در طی دو روز گفتمان ملی توسط متخصصین، کارشناسان ملی و بین المللی ارائه می‌گردد، طی یک گزارش خدمت شما در جلسه شورای وزیران ارائه خواهد شد. دسترسی به خدمات صحی یکی از نیازهای اساسی باشندگان افغانستان به شمار می‌رود. هرچند که وزارت صحت از افزایش مراکز صحی و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان خبر می‌دهد، اما هنوز بیش از 60% جمعیت این کشور با خدمات صحی در شهرها و روستاها دسترسی دارند. شمار از اعضای مجلس سنای افغانستان از دولت می‌خواهند با گزارش کسوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد جنایت جنگی در سالهای گذشته تهیه شده است اجازه انتشار بدهد. آنان می‌گویند جنایتکاران جنگی باید به مردم معرفی شوند و عدالت هم تطبیق گردد. در عین زمان معاون مجلس سنا می‌گوید با در نظر داشته شرایط کنونی در کشور برای جلوگیری از بحران و تصویب قانون مصالحه این گزارش منتشر نمی‌شود. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید بنابر سفارش حکومت گزارش جنایت های جنگی تهیه شده است و اکنون اجازه نشر آن را باید حکومت بدهد. خانم سمر میگوید تا زمانی که حکومت اجازه ندهد این گزارش نشر نمی شود.
در همین حال شماره از اعضای مجلس سنا میگویند حکومت باید اجازه نشر این گزارش را بدهد تا عدالت تطبیق شود و از حقوق بشر حمایت صورت گیرد. علت در کجاست؟ چرا رئیس محترم دولت نمیخواهد که این موضوع ورملا بشه تا تمام مردم بفهمند که در پشت از این صحنه ها کیها هستند؟ این واقعا جای تاسف است. کمیسیون حقوق بشر مدت 10 سال است که در افغانستان ایجاد شده و میلیون ها دلار از طریق کمیسیون مصرف شده. پس چی مشکلات وجود دارد که جناب رئیس جمهور از این نهاد حقوق بشر حمایت نمی‌کند؟ اما معاون مجلس سنا میگوید بنابر شرایط کنونی و تصویب قانون مصالحه از سوی شورای ملی اجازه نشر این گزارش دادن نشده است، اما وی تاکید دارد که برای رعایت حقوق بشر باید توجه جدی صورت گیرد. از لحاظ سیاسی قانون مصالحه ملی که در دور پیشتر از طرف مرکزین شورای ملی تصویب شد، او یکی از مواردی است که برای آوردن ثبات در افغانستان، برای آوردن رشدی در افغانستان، برای جلوگیری از تنش در افغانستان این تصویب شد. با او دلیل ممکن است از جهت سیاسیش او قانون اجازه نده برای نشر ازی. گفته می شود این گزارش بر اساس برنامه عدالت انتقالی شامل معلومات از کودتای هفت ثور 1357 خورشیدی تا شروع سال 2001 میلادی می باشد. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید اگر اجازه نشر این گزارش داده شود، در آن صورت مسئله امنیت کارمندان و دفاتر حقوق بشر نیز مهم است. مخالفت وزیر خارجه پاکستان با برگزاری گفتگوهای صلح در خارج از افغانستان در حقیقت حمایت از دولت افغانستان است. سخنگوی وزارت خارجه با بیان این مطلب میگوید دولت از برگزاری هر نوع نشست به خاطر نزدیک شدن مذاکرات صلح به مخالفان، اگر به گونه غیر رسمی هم باشد، حمایت میکند. همکارم عبدالوکیل نایبی با جزئیات بیشتر در این مورد. اینا ربانی که هر وزیر خارجه پاکستان در مخالفت با نشستی که قرار است در اواخر ماه روان میلادی در فرانسه برگزار شود گفته است که گفتگوهای صلح در مورد افغانستان نباید در پاریس و برلین صورت گیرد. وزارت خارجه افغانستان این اظهارات وزیر خارجه پاکستان را حمایت از خواستهای دولت افغانستان میخواند. چیزی که وزیر امور خارجه پاکستان گفته حمایت است از موقف دولت افغانستان. ما همیشه تاکید کردیم که هر گونه مذاکرات صلح در قدم اول باید در داخل افغانستان صورت بگیره و اگر ولی اگر امکان نداشته باشه، مخالفین مسئله دولت آماده نباشند که مذاکرات در داخل افغانستان انجام شود. دولت افغانستان آماده هست تا مذاکرات صلح در یک کشور سیومی در منطقه، ترجیحاً در یک کشور اسلامی صورت بگیره. در نشستی که قرار است از سوی یک نهاد علمی در نزدیکی پاریس برگزار شود، نمایندگان شماری از احزاب سیاسی و طالبان در آن شرکت خواهند کرد. با آنکه دولت افغانستان این نشست را غیر رسمی خوانده و نماینده اش در آن حضور نخواهد داشت، اما از آن حمایت میکند. جلسه که قرار است در چند روز آینده در نزدیکی پاریس فرانسه دایر شود، در قطار همچون جلسات غیر رسمی قرار دارد و دولت افغانستان با تدبیر همچون نشست‌ها هیچ مخالفت نداره و برعکس از اونها حمایت هم میکنه. هرچند که شماری از کارشناسان وعده‌های پاکستان را در راستای حمایت سیاسیش از تأمین صلح و ثبات در افغانستان فرصت طلبی به هدف برنامه‌ریزی سیاست‌های بعدی بر ادامه مداخلاتش در امور افغانستان می‌دانند، اما سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در اعلامیه مشترک سه جانبه در ترکیه امیدواری دولت افغانستان مبنی بر حمایت پاکستان از روند صلح در افغانستان بیشتر شده است.